توی این قسمت میخوام بهتون نشون بدم که چطور اگر یه پروژه ریسپانسیو نباشه میتونید اونو به صورت ریسپانسیو ذخیره کنید برای این کار اول یه پروژه رو باز میکنم که ریسپانسیو نباشه برای این کار بروز رو میزنم صفر پنج رو انتخاب میکنم و اوپن رو میزنم خب حالا پروژه هم باز شده این پروژه ریسپانسیو نیست این رو از کجا میتونید متوجه بشید که پروژه‌ای که دارید ریسپانسیو یا نه زمانی که فلوت باکس شما قابل دسترسی نیست و امکان استفاده از فلوت باکس رو ندارید یعنی پروژه شما یه پروژه ریسپانسیو نیست پس برای که بخواید این پروژه رو ریسپانسیو کنید اول اون رو باید ذخیره کنیم به صورت ریسپانسیو سربرک فایل رو باز میکنم از توی شورتکات منیوی که برام باز شده گزینه سیو رو انتخاب میکنم اول بیایید ببینیم سیو چه امکانی رو بهمون به میده روی سیو کلیک میکنم صفحه که برای من باز شده این امکان رو به من میده که رو سیو کنم. اما این امکان فقط داده میشه که توی یه پوشه جدید این کار رو انجام بدم و اسم اونو فقط تغییر بدم. و توی این قسمت شما فقط میتونید پروژهتون رو یا به صورت تمپلیت ذخیره کنید یا به صورت یه پروژه معمولی توی نرم افزار کپتیویت. این امکانات برای من کافی نیست. من میخوام اون پروژه رو به صورت یک پروژه ریسپانسیو ذخیره کنم. پس اون رو میبندم. دوباره روی سرورگ فایل کلیک میکنم. و گزینه سیو از ریسپانسیو رو انتخاب میکنم اینجا یه هشدار به من داده میشه که گفته میشه که ممکنه بعضی از ویژگی هایی که من توی پروژم دارم رو پشتیبانی نکنه شما تو این گزینه میتونید ببینید که چه آیتم هایی رو پشتیبانی نمیکنه درسته من اینجا هیچ آیتمی رو ندارم که پشتیبانی نکنه پس میتونم با بستن این صفحه دوباره پروژه خودم رو به صورت ریسپانسیو سیو کنم دوباره روی سربرگ فایل کلیک میکنم سیو از ریسپانسیبل انتخاب میکنم و سیو رو میزنم اینجا میتونید اسمش رو تغییر بدید و اینکه من برای که نمیخوام روی پروژه قبلیم بیفته یه محل دیگر رو برای ذخیره اون انتخاب میکنم و اسم اون رو همون نگه میدارم سیو رو میزنم صفحه من باز میمونه ولی با این تفاوت که حالا من یه پروژه ریسپانسیو دارم پروژه که تو این قسمت میتونم سایزش رو مشخص کنم و فلوید باکس من دیگه قابل استفاده است و شما میتونید به راحتی از فلوید باکستون استفاده کنید میتونید با یه سری تغییرات که میخواهید روی این قسمت بدید کارتون رو شروع کنید و به همین راحتی میتونید با تغییر دادن سایزش ببینید که چه شمایی رو براش دارید خب حالا که دیدید چطوری میتونیم یه پروژه رو به یه پروژه ریسپانسیو تبدیلش کنیم و را ذخیره کنیم میریم سراغ بقیه ای کارا روی سرور فایل کلیک میکنم و اون رو میبندم با زدن دکمه کلوز اون رو ذخیره میکنم خب حالا میتونید هر دو پروژه که قبلا داشتید رو ببینید به همین راحتی دیدید که چطوری میشه یه پروژه که ریسپانسیو نیست و به یه پروژه ریسپانسیو تبدیل کرد